با سلام و درود مسئولین عزیز، به ادامه بحث فیزیولوژی بولی قرار داریم. در جلسه قبل در رابطه به کنترل سوی یک سلسله از آیون ها بحثی داشتیم، از جمله در رابطه به کنترل سوی کلسیم، مگنیزیم، فسفت مفصل صحبت شد و در رابطه به هر یک از این عناصری که چگونه سوی از ما در دوران خون کنترل میشه بحث کردیم. همچنین در رابطه به کنترل سوی هیدروژن هم بحث را شروع کرده بودیم. در جلسه قبل صحبت های مقدمتی داشتیم و ادامه بحث روز قبل در امروز دنبال میکنیم. در بحث امروز ما با شما کنترل سوی هیدروژن در مایعات عضویت مورد بحث هست. معمولا سوی هیدروژن در مایعات عضویت در کنترل ازی خود غلظت یون هیدروژن اهمیت داره، به این معنی که وقتی غلظت یون هیدروژن در مایعات عضویت افزایش پیدا کنه یا pH مایعات عضویت به عبارت دیگه کاهش پیدا بکنه یا به عبارت دیگه مایعات عضویت اسیدی بشه، اطراح از یون هیدروژن در واقع افزایش پیدا میکنه و اگر سوی یون هیدروژن کاهش پیدا بکنه یا pH مایعات عضویت به طرف غلبه شدن بره، اطراح یون هیدروژن کاهش پیدا میکنه. به این ترتیب میتونیم بگیم که خود سوی یون هیدروژن در مایعات عضویت تعیین کننده اینه که آیا آیون هیدروژن اضافی اطراح بشه یا نشه. معمولا به صورت فیزیولوژیک اطراح آیون های هیدروژن و فیلترشن یون های بایکاربونات اینا با همدیگر در یک تساوی قرار دارن. به پیمانه که یون هیدروژن اطراح میشه از جدار تیبول ها به داخل مجرای تیبول ها، به پیمانه فیلترشن بایکاربونات است، خود گلومرول ها هم صورت میگیره. چنانچه گفته در حدود 3.5 ایکوالانت فیلتر یون هیدروژن روزانه اطراح میشه، در صورتی که سوی یکی از اینا در مایعات عضویت زیاد میشه، اطراح از اون از طریق همین ادرار صورت میگیره. یعنی اگر سوی یون هیدروژن از حد معمول زیادتر شد، اطراح از بیشتر صورت میگیره. اگر سوی بایکاربونیت زیادتر شد، بیشترتر بایکاربونیت اطراح میشه. به این ترتیب سوی خود نمو اسیدوز و الکلوز در مایعات عضویت کنترل میشه. اسیدوز کمی فهم حالتیه که پیچ مایعات عضویت به طرف اسیدی شدن میره و الکلوز حالتیه که پیچ مایعات عضویت به طرف الکل به طرف قلبی شدن میره. گفته وقتی که سوی کاربون دای اکساید در دوران خون افزایش پیدا بکنه که این به طرف اسیدوز شدن میره، خود از این باعث میشه که وقتی که مایعات عضویت به طرف اسیدی شدن رفت یا عضویت در معرض اسیدوز قرار داشت، باعث میشه که سوی یون هیدروژن در ادرار در واقع افزایش پیدا بکنه و به این ترتیب سوی پی اچ مایعات عضویت در مایعات کنترل میشه. به اینجی هم چگونگی اطراح بایکاربونیت در تیبول ها مورد بحث قرار میده. وقتی که ما میگیم اطراح یون هیدروژن ارتباط داره به اطراح مقدار بایکاربونیت، نظر به همین شیما میتونیم ما این بهتر قضاوت بکنیم. ببینیم در این ای قسمت که از فضای داخل لومن تیبول های نفرون میباشه، این همه حجرات اپیتلیال هم که در جدار تیبول قرار دارن. وقتی که بایکاربونیت فیلتر میشه از گلومیرولا میه به داخل مجرا، در واقع به شکل سودیم بایکاربونیت اطراح میشه یا فیلتر میشه. سودیم بایکاربونیت یک ترکیب شکنندیه و ای براحتی میشکنه به یون سودیم و بایکاربونیت. یون سودیم در اینجی در یک توسط میکانیزم کانتر ترانسپورت در بدل یون هیدروژن از حجرات تیبول ها جذب میشه. به این ترتیب وقتی که سدیم بایکاربونیت شکست، یون سدیم به وجود آمد، سدیم جذب میشه و در عوض از هیدروژن داخل مجرای تیبول اطراح میشه. ببینیم اینجی وقتی که سدیم بایکاربونیت بشکست به سدیم و بایکاربونیت، اینجا یک بایکاربونیت اضافه باقی مون، ایون هیدروژن هم با او بایکاربونیت یک جا میشه، یک مرکب ناپایداری به نام کاربونیک اسید میسازه. کاربونیک اسید یک ترکیب خیلی شکننده که به راحتی میشکنه به کاربون دای اکساید و آب. آب معمولا از طریق خود ادرار اطراح میشه، عمدتا و قسطا جذب میشه و کاربون دای اکساید معمولا توسط مکانیزم انتشار از مجرای تیبول ها جذب به حجرات تیبولی میشه. به از این جهت که ما میتونیم بگیم که به هر پیمانه که بایکاربونیت اطراح میشه، به اون پیمانه هم یون هیدروژن چیکار میشه به داخل مجرای تیبول و می میکانیزمی که اطراح میشه، یک ارتباطی بین اطراح بایکاربونیت و یون هیدروژن در این شیما میتونیم که شما به خوبی ببینید.
ببینی وقتی که یون هیدروژن از جدار توبول ها به داخل مجرای توبول آزاد میشه، این یون هیدروژن عمدتاً به شکل آزاد نمیتونه که با غلظت بالای باقی بمونه. این چیکار میشه؟ این معمولا توسط یک سلسله مرکباتی که به نام بفرهای توبول ها یاد میشن جذب میشه، تا اینکه از برانرفتن بیش از حد سوی یون هیدروژن در داخل مجرای توبول جلوگیری بشه. با وجود از اینکه مقدار زیاد یون هیدروژن هم اترام میشه به داخل مجرای توبول، گفته باز هم از پی اچ ادرار حدوداً تا 4.5 بیشتر اسیدی نمیشه، که در حقیقت 4.5 یک سرحد محدود کننده در داخل مجرای توبول ها، تا اینکه ادرار از این بیشتر اسیدی نشه. علتی هم اینه که یک مقدار اضافی از این اگر باشه یون هیدروژن توسط بافرهایی که در داخل توبول ها قرار دارن این یون هیدروژن جذب میشن و از بلند رفتن از پایین آمدن پی اچ از افزایش غلظت یون هیدروژن در داخل مجرای توبول جلوگیری میشه، که در اینجا سنن سیستم بافری گفته در جذب یون های اضافی هیدروژن در داخل مجرای توبول سهم بارزی داره. یکی سیستم بافری بایکاربونیت که پیشتر هم موشان روی صحبت کردیم، سودیم بایکاربونیت وقتی که اترام میشه، بایکاربونیتی که اینجا هستی بیدمان یک بافر عمل میکنه. یون هیدروژنی که می آزاد میشه به داخل مجرای توبول، بایکاربونیت به خود جذب میکنه به یک ترکیب ناپایداری تبدیل میشه که بعدا میشکنه به یک ترکیب غیر اسیدی. به این ترتیب بایکاربونیت هایی که در این تصویر شما میبینیم بیدمان یک بافر عمل میکنه که به نام بایکاربونیت بافر سیستم یاد میکنه. و دیگه سیستم بافری که وجود داره به نام سیستم بافری فاسفت یاد میشه. سیستم بافری فاسفت چی رقمه؟ تقریبا چیز شبیه به آنچه که در قبل صحبت کردیم. در اینجا کسته یک مرکب به نام سودیم فاسفت از گلومرول ها فلتر میشه به داخل مجرای توبول، این میشکنه به یون سودیم و سودیم بای فاسفت. سودیم با در بدل یون هیدروژن معاوضه میشه، هیدروژنی که میای به سودیم بای فاسفت یک جا شد، در اینجا یک مرکبی به نام NH2PO4 در واقع به وجود میاد یا سودیم فسفوریک اسید ایجاد میکنه، که بعدا سودیم فسفوریک اسید یک مرکبیه که در واقع خونسا میباشه که این به شکل یک نمک میباشه که این هم از داخل مجرای توبول اترام میشه. به این ترتیب سیستم بافری فاسفت هم در جذب آیون های اضافی هیدروژن سهم گرفت. و بالاخره یک سیستم بافری دیگه وجود داره به نام سیستم بافری امونیا هست، که سیستم بافری امونیا تئوریه که از داخل مجراتی که در جدار توبول ها وجود دارن امونیای اضافی به مکانیزم انتشار میه به داخل مجرای توبول. این امونیا امرا با یون هیدروژن که به مکانیزم انتقال فعال اولیه از مجرات توبول ها به داخل مجرا آماده یک جا میشه، یک مرکبی به نام امونیار ایجاد میکنه، امونیا عمل ایجاد میکنه. این امونیا معمولا با کلوری که به شکل آزاد در داخل مجرای توبول یک جا وجود داره یک جا میشه، مرکب به نام امونیوم کلوراید که یک نمکیه در واقع نه اسید و نه قلوی ترکیب میشه، به ترتیب از ادرار اترام میشه. به ترتیب گفته میتونیم که سیستم بافری امونیا هم در جذب یون های آزاد هیدروژن سهم گرفت. یک سیستم بافری دیگه به نام امونیوم هم در واقع وجود داره، که این سیستم بافری امونیوم هم در واقع میتونه که یک سیستم بافری باشه که در داخل وقتی که ما مواد غذایی امینو اسید های اضافی میخوریم، این گلوتامین یکی از امینو اسید ها هست که از طریق گلومرول ها فلتر میشه داخل مجرای توبول میه. وقتی گلوتامین جذب به اجرات توبول های کلیوی میشه، در واقع مشکنه به خود دوتا امونیوم و دوتا بایکاربونیت، و این امونیومی که در اینجا وجود داره در واقع توسط همون میکانیزم کانتر ترانسپورت در بدل یون سودیم معاوضه میشه. این امونیومی که اینجا معاوضه شده بود آیون های کلور اضافی که در داخل مجرا هست در واقع با خود جذب میکنه و از بلند با کلورین یکجا میشه. خود امونیوم یک مرکب قلوی اگری به تنهایی به داخل مجرای توبول می که باعث چی بشه؟ باعث از این بشه که در واقع یه پیچ مایعات عضویت خیلی به طرف قلبی شدن بره، ولی این امونیوم رو با کلورین یک جا میشه، امونیوم کلوراید میسازه و از بلند رفتن از قلبی شدن میشه از حد ادرار جلوگیری میکنه. این یک سیستم بافریه که در داخل مجرای توبول وجود داره. بس بعدی که خیلی یک بحث مهم و حیاتی هست که بحث اسیدوز و الکلوز هست، میخوایم برای شما توضیح بدم.
امیدوارم که خیلی با دقت توجه بکنیم و در همین جی باید شما با اسیدوز و الکلوزر با حضور بفهمیم، تعریفی رو بفهمیم، چون در خیلی از جاها شما از این به بعد به دو مفهومی که اسیدوز و الکلوز بر میخوریم و در همین جی اگر متوجه نشیم بعدا به مشکل مواجه خواهیم شد. ببینیم، ارگا گفته پی ایچ خون شریانی کمتر از 7.4 بشه ایالت رو میگیم اسیدوز، اگر از 7.4 بلندتر بشه به زور میگیم الکلوزس. کمتر از 7.4 میگیم اسیدوزس، بلندتر از 7.4 میگیم الکلوزس. این یک تعریفی از اسیدوز و الکلوز. خب حالا ما بفهمیم که اسیدوز و الکلوز به چند نوع می باشه. اسیدوز به دو نوع، یکی نوع اسیدوز میتابولیک هست و دیگه اسیدوزیه که نوع ریسپایریتوری یا تنفسیه. به این ترتیب الکلوز هم به دو نوع می باشه، یکی نوع میتابولیک هست، یکی الکلوز نوع ریسپایریتوریه. چی وقت ما میگیم یک اسیدوز میتابولیک به وجود آمده، چی وقت میگیم یک اسیدوز ریسپایریتوری به وجود آمده؟ هرگاه اگر اسیدوز به بیز تعاملات کیمیاوی که در صورت در بدن صورت میگیره، به بیز فعالیت های متابولیکی که در بدن صورت میگیره و باعث میشه که سویی بایکاربونی در مایعات عضویت کاهش پیدا کنه، این اسیدوز به نام اسیدوز متابولیک یاد میکنن. هرگاه اسیدوز به علت بلند رفتن فشار قسمی کاربون دای اکساید در خون شریانی یا در خود خون عضویت به وجود آماده باشه و از به علت افزایش سوی کاربون دای اکساید در داخل دوران خون اسیدوز ایجاد شده باشه، اینو اسیدوز میگیم اسیدوز ریسپایریتوری. معمولا تعریف شده اسیدوز متابولیک به حالتی گفته میشه که غلظت ایون بایکاربونیت در مایعات عضویت کمتر از 24 میلی اکوالان فی لیتر باشه و اسیدوز تنفسی طوری تعریف شده که فشار رسمی کاربون دای اکساید در مایعات خارجی عضویت یا در خون به چندی برسه، به بالاتر از 40 میلیمتر ستون سیما برسه. ببینیم وقتی که سیستم تنفسی به هر علتی دچار اختلال شده باشه که نتونه کاربون دای اکساید به قدر کافی از بدن به بیرون اطلاع بکنه، باعث میشه که مایعات عضویت در مایعات عضویت کاربون دای اکساید تراکم بکنه. وقتی کاربون دای اکساید در مایعات عضویت تراکم کرد، این کاربون دای اکساید همراه با آب یکجا میشه، یک مرکبی به نام کاربونیک اسید میسازه. خود کاربونیک اسید باعث اسیدی شدن مایعات عضویت میشه. معمولا زمانی که اگر اسیدوز متابولیک اتفاق بیفته، سیستم تنفسی میایه اختلال رو جبران میکنه. اگر اسیدوز تنفسی اتفاق افتاد، کلیه ها میای این اختلال رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه. به چی شکل؟ فرض بکنیم که یک اسیدوز متابولیک اتفاق افتاده، سوی بایکاربونی در مایعات عضویت کاهش پیدا کرده. بایکاربونی در حقیقت یک مرکبی که در تعیین کردن سوی قلوی مایعات خون یا پی اچ قلوی نقش داره. وقتی که بایکاربونی کم شد، یعنی قلویت خون کاهش پیدا میکنه، به طرف اسیدی شدن خون میره. در این موارد که چیکار میکنه؟ سیستم تنفسی میای ای پروسر جبران میکنه. پروسر جبران میکنه به چی معنی؟ به این معنی که سرعت تنفس افزایش پیدا میکنه، یک مقدار بیشتر کاربون دای اکساید از عضویت به بیرون اطرا میکنه تا اینکه غلظت کاربون دای اکساید کم بکنه و غلظت کاربون دای اکساید پایین تر از 40 میلی متر ستون سیما میرسونه. به این ترتیب کمک میکنه که اسیدوز متابولیکی که به وجود اومده بود سیستم تنفسی این اسیدوز چیکار کرد؟ جبران کرد، او به طرف نرمال شدن سوق. فرض بکنید که سیستم تنفسی اگر مشکل داشته باشه، نتونه کاربون دای اکساید اطرا بکنه و کاربون دای اکساید در خون بالا بره، در این جیه که کلیه ها چیکار میکنه؟ اطرا بایکاربونیت رو کم میکنه. میگه اگر اسید زیاد شد باشه، یک مرکب قلوی هم در داخل دوران خون بلند بره تا اینکه تعادل اسید قلوی حفظ بشه. و در این جی در بحث الکلوزیز هم هر چیزی که در بحث اسیدوز گفتیم در این جی برعکس هست. بازم اسیدوز به دو نوع می باشه، نوع میتابولیک و نوع ریسپایریتوری می باشه. در نوع میتابولیک معمولا غلظت بایکاربونی در افزایش پیدا میکنه، بالاتر هست 24 میلی اکوالان فی لیتر میرسه که این هم ارتباط میگیره با اون فعالیت های میتابولیکی که در عضویت صورت گرفته و بایکاربونیت اضافی که در عضویت تولید شده. الکلوزیز ریسپایریتوری به حالتی گفته میشه که فشار قسمی کاربون دای اکساید از 40 میلی متر ستون سیما چیکار شده باشه؟ کاهش پیدا کرده باشه. وقتی که سوی کاربون دای اکساید کاهش پیدا بکنه، سوی کاربونیک اسید کاهش پیدا میکنه، به این ترتیب میره پی اچ به طرف قلوی شدن. به خود الکلوزیز متابولیک هست که معمولا توسط سیستم تنفسی هست که جبران میشه، چیزی که در بحث اسیدوز گفتیم برعکس هست. و از الکلوزیز تنفسی هم توسط کلیه هایی که جبران میشه، یعنی وقتی که سیستم تنفسی نتون مقدار
فعالیت از او طوری باشه که مقدار زیاد کاربون دای اکساید اطراح کرده باشه. یعنی مریض یک فرض بکنه که هایپرونتیلیشن داره، مریض یک ریسپیریتوریت بالایی داره که مقدار زیاد کاربون دای اکساید اطراح کرده، در اینجی کلیه چیکار میکنه؟ کلیه ها در عوض بایکاربونیت بیشتر اطراح میکنه تا ای که سوی قلوی شدن خون را هم کاهش بده. به این ترتیب میتونیم ذکر بکنیم که الکالوزیس متابولیک توسط سیستم تنفسی جبران میشه و الکالوزیس ریسپیراتوری توسط کلیه هایی که در حقیقت جبران میشه و میره به پی اچ به طرف نرمال شدن سوق پیدا میکنه. بس بعدی که میخواییم ما و شما روی صحبت بکنیم تنظیم خود اسید و بیس توسط کلیه های، در حقیقت کلیه نقش داری که در شیمای قبلی هم روی صحبت کردیم، نقش خیلی برازنده ای داره تاریک تایی که سوی اسید و قلوی در خون در واقع به عد معدود نرمال افس بکنه. کلیه ها معمولا ضعیفتر عمل میکنن برای تنظیم سوی اسید و بیس، گفته حدودا چند ساعت یا چند روز در بر میگیره تایی که بتونن اینا پروسه اسیدوز و الکلوز زر چکار بکنن؟ تنظیم بکنن. و معمولا این پروسه تنظیم شدن اسید و بسته اسید کلیه ها یک پروسه نسبتا طولانی تری هست و دوامدارتریه و این میکانیزم تو در کلیه ها تا زمانی که پیش به طرف نرمال شدن بره ادامه پیدا میکنه. و حتی گفته کلیه ها توانایی دارن که روزانه تا 500 میلی آسمول اسید یا قلویر هم چکار کنن؟ اطراح بکنن. اگر از این مدود بیشترتر اسید اطراح کنن میره پیچ به طرف قلوی شدن، اگر از این مدود بیشتر قلوی اطراح کنن پیچ میره به طرف اسیدی شدن. به ترتیب در این مدود باید باشه فعالیت کلیه ها تایی که از اسیدوز و الکلوز جلوگیری بشه. بس بعدی ما شما پیچ ادرار، گفته پیچ نرمال ادرار حدوداً 7.4 می باشه، در حالی که با معذرت پیچ مایات عضوی از 2.4 میشه، در حالی که پیچ ادرار گفته به شکل متوسط 6 و در یک رنج بین 4.5 تا 8 میتونه متحول باشه، یعنی میتونه که اسیدی بشه تا سرحد 4.5 و میتونه قلوی بشه تا سرحد 8. اگر از این اوسط بگیریم یک پیچ ادرار به شکل متوسط 6 مد نظر گرفتن، یعنی اگه تا 4.5 تا 8 هم تغییر بکنه پیچ ادرار در مدیده نرمال میباشه. پس پیچ ادرار میتونه که از یک اسیدی شدن نسبتا شدید تا یک قلوی شدن نسبتا شدید تغییر بکنه. این بستگی به نوع تغذیه و نوع عملکرد فعالیت های عضویت میتونه که داشته باشه. ببینین گفته برای از این که پی ایچ خارج مایات خارج اجروی بعد مدیده این نرمال برسه، بایکاربونیت توسط کلیه گفته گاهی به مقدار زیادی در اطرال اطرا میشه و گاهی هم در مایات خارج اجروی نگه داشته میشه، کمتر اطرا میشه. و به این ترتیب ما میتونیم بگیم که بنابراین با عبور و مرور بایکاربونیت یک تفاوت پتانسیالی که در هر طرف ایجاد میکرده توسط آیون کلوراید چیکار میشه؟ اصلاح میشه. بیک اصلاح میشه به چی معنی؟ ببینیم وقتی که اگر ایون هیدروژن توسط انتقال فعال اولیه به میزان زیادی به داخل مجرای توبول اطراح شد، در اینجی یک چارچ مثبت در واقع در داخل مجرا ایجاد شده. این چارچ مثبت در واقع باید خونسا بشه. اگر این چارچ مثبت زیادتر بشه، چارچ های مثبت بیش از حد مانع اطراح بیشتر یون هیدروژن میتونن بشن. در اینجی که یون کلور هم معمولا به مکانیزم انتشار به ازای هر یون هیدروژنی که خارج میشه، چون در داخل اجره یک چارچ مثبت کاهش پیدا میکنه، بعد یک چارچ منفی هم کاهش پیدا کنه، یون هیدروژن هم همراه با کلور هم همزمان با اطراح یون هیدروژن از داخل سلول به بیرون خارج میشه. در اینجی بحث تفاوت پتانسیل هست. وقتی که یون هیدروژن اطراح شد، در اینجی یک یون مثبت از داخل اجره کاهش پیدا کرد، به این ترتیب یک یون کلور هم اطراح میشه تا اینکه تعادل چرچی در داخل اجره افس بشه. به این ترتیب خود یون کلور در تبانی با یون هیدروژن در افس تعادل چارچ داخل اجروی اجرات توبولای کلیوی میتونه که سهم داشته باشه.
بحث بعدی که میخوایم ما و شما روی صحبت بکنیم تاثیر اسید و زالکولوز هست که یک بحث نسبتا مفصلیه که انشاءالله در جلسه بعد روی از این صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزا این پروسه دست به نیمه استفاده شما قرار گرفته باشه و برای شما از برگاه حق آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.